سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه و همه درس‌های قبل رو با دقت کار کرده باشید. اما بریم سراغ یکی از مهمترین وجوه زمانی در زبان فرانسه که بهش میگیم گذشته ساده یا همون پس سمپل. پس که همون زمان گذشته است و سمپل هم که یعنی ساده. پس سمپل یا همون گذشته ساده. خب اصلا گذشته ساده به چه معنی است دوستان و کجا استفاده میشه؟ همونطور که عرض کردم دوستان، راز موفقیت ما در یادگیری یک زبان خارجه و مخصوصا گرامر که اصل و اساس و قلب یک زبان هست دوستان، این هست که ما اول بدونیم اصلا کاربرد اون حالت زمانی، اون وجه زمانی تو زبان خودمون چیه. در این صورت از فقط که میتونیم بعداً درست استفاده کنیم. خب دوستان، واقعیتش این هست که پس سمپل یا همون گذشته ساده برای اشاره به کارهایی هست که در گذشته ما انجام دادیم و تموم شده و اتفاقا ما خب خیلی از این زبان استفاده میکنیم. مثلا من دیروز به مدرسه رفتم. ببینید دوستان، در جمله من دیروز به مدرسه رفتم چه چیزی مشخصه؟ یکی اینکه دیروز ها یعنی یک زمان مشخص در گذشته و یکی دیگه اینکه یک عمل انجام شده و تموم شده. یا مثلا فرض کنید ما میگیم که ما 10 سال پیش یک خانه خریدیم. ها مشخصه 10 سال پیش، یک زمانیه که یک زمان معین در گذشته است و یک عمل که عمل خریدن خونه است انجام شده و تموم شده. مثلا من دیشب ساعت 10 شام خوردم. اوکی، دیشب یه زمان کاملا مشخص، دیشب ساعت 10 و یک عمل که شام خوردن هست به طور کامل انجام شده و تموم شده. اوکی، پس این در واقع کاربرد اصلی پس سمپل یا همون گذشته ساده است در زبان فرانسه. اما در ادامه به شما عزیزان عرض میکنم که اصلا چطوری باید این زمان رو بسازیم و فعل‌ها در زمان در واقع پس سمپل به چه صورت صرف میشن.